حمله بزدلانه و ناجوان مردانه بالای واحدالله نژند. موتر او را دزدیدند. مصاحبه احمد مسعود با تلویزیون تورو نیوز و واکنش شاه حسین مرتضوی و پاسخهای عجیب در کامنت او. و قلم فرهاد دریا در مورد جنرالی که با تدبیر در دل مردم خانه کرده است. غنی، تو اکنون در میدان طالب است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. صفحه قهرمانان روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: پاداش افتخار در این سرزمین. واحدالله نژند، ورزشکار شناخته شده و شاخص هنرهای مختلط رزمی، که چند روز قبل برای وطن و هموطنان خود افتخار کسب نمود و لبخند بر لبانشان آورد، بعد از ظهر امروز موتری که با هزاران مشکلات و نابسامانی ها خریده بود، دزدان در ساحه ناحیه هفته شهر کابل دزدیدند و خوشی و شادی های خودش را گرفتند. نو موتر کرولا مدل 97 به رنگ سفید، پلید -5 89 226. برای آگاهی مسئولان امنیتی، لطفاً این مطلب را همگانی کنید. قیس نوابی. تکرار می شود: پاداش افتخار در این سرزمین. واحدالله نژند، ورزشکار شناخته شده و شاخص هنرهای مختلط رزمی، که چند روز قبل برای وطن و هموطنان خود افتخار کسب نمود و لبخند بر لبانشان آورد، بعد از ظهر امروز موتری که با هزاران مشکلات و نابسامانی ها خریده بود، دزدان در ساحه ناحیه هفته شهر کابل دزدیدند و خوشی و شادی های خودش را گرفتند. نوع موتر کرولا مدل 97 به رنگ سفید، پلیت -5 89 226. برای آگاهی مسئولان امنیتی، این ویدیو را همگانی کنید. در این حال فرهاد دریا روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: جنرالی که با تدبیر در دل مردم خانه کرده. چند پگاه پیشتر با قهرمانان سنگرهای داغ و برحق، جنرال گرانقدر حامد سیفی عزیزم تماس گرفتم تا رتبه با عزت جنرالیش را برایش مبارکی بدهم و نیز از اوضاع بهسود اخبار دست اول داشته باشم. جنرال سیفی از بعض همیشه در داغ‌ترین جبهات مشغول نبرد است. اکثر روزها مشکل اینترنت دارد. پیشترا که در قرقین بود نیز مشکل اینترنت داشت. به هر صورت خوشبختانه از اوضاع بهسود خبرهای خوشی برایم داد. این عزیز گفت که برخلاف هنگامی های فیسبوکی، آرامش بدون هیچ چالش و تکان نظامی، به هیچ تقابل میان مردم و نیروهای امنیتی و به هیچ ضرر جان و مال مردم دوباره و بهسود برگشت است. الهی شکر. خلاصه که مردم با عزت بهسود اهل خرد و مداران و به نیک و بد خویش هم آگاه. یکی از صفات این انسان گرامی، قوه تحلیل منطقی و زبان گرم و مهربانش است. او تنها با تفنگ گپ نمیزند. او ترجیح میدهد به زبان خودش با مردم حرف بزند، توضیح بدهد، نظر بخواهد و مشکل را به کمک خود حل کند. او فرمانده بزرگی است که در حل مشکلات مردم از راه تدبیر و مشوره نام بلند و با عزتی دارد. وقتی با جنرال با تدبیر و نترس چون او و دیگر قهرمانان امنیتی در سنگر و خط نخست صحبت می کنم، به آینده های یک افغانستان آزاد و باثبات امیدوار می شوم. حیات بزرگترین داشته یک انسان است و سرباز برای وطن از آن می گذرد. این اس غیر قابل وصف، مثل خون زیر پوست آدم می دود و انسانیت را در ما بیدار می کند.
اخ، چه حس عشق و سرزمین آبایی و وطن، چه حس گلگی و عشقی است. خدا این حس را از ما نگیرد تا قدر قهرمانان وطن را بدانیم و حمایتشان کنیم. پاسداران سرزمین آبایی خود را دوست داریم. فرهاد دریا. شاه حسین مرتضوی در واکنش به مصاحبه احمد مسعود روی صفحه فیسبوکش نگاشته است. احمد مسعود در مصاحبه با تولونیوز به موضوع بهسود تمرکز کردن میپرسد چرا مردم بالای دولت اعتماد نمی کند. آقای مسعود نه به بهسود سفر کرده است، نه کدام نظرسنجی انجام داده است، به کدام دلیل بحث اعتماد را مطرح می کند. امین که یک فرد در بهسود پس از حضور نیروهای دولتی نشده است نشان از چیست؟ نسل جوان نباید اسیر گذشته شود، باید با آینده نگاه کنند. مردم از نسل جوان از جمله احمد مسعود نیز انتظار دارد تا دیوارهای بلند بی‌اعتمادی را برداشته به نفرت قومی دامن زدن نشود. حداقل کار اخلاقی که ممکن است حضور جناب ایشان به مزار شهدای افشار و احترام به این قربانیان است. در غیر آن چگونه ممکن است مردم به حرفهای زیبای این نسل باور کنند؟ انجینیر داوود محمدی به شاه حسین مرتضوی چنین پاسخ می دهد. اولا تو لیاقت آن را نداری که حرفای احمد مسعود را نقد کنی. دوم مردم بهسود از بی‌توجهی شما فاسدان بر دولت بی‌اعتماد شدند و مجبور شدند برای تامین امنیت خود سلاح بردارند، وگرنه همه دار و ندارشان را به تاراج می بردند. این که آن شب حادثه ناگوار چرخ بالا امنیتی ما رخ داد بحث جدا است. دوم فعلا هم جوانان جبهه مقاومت مانند جنرال سیفی با فداکاری توانستن اعتماد مردم را کسب کند. حالا از خود بگو که به این وطن چه خدمت کردید بجز خوردن و خفتن و لذت بردن. دوباره حرفهای احمد مسعود را بشنو، ببین مطابق به حرفهای او چقدر فرصت از بیکفایتی دولت مداران از دست رفته، امروز در چه حال قرار دارید. و در پایان رئیس جمهور غنی، توپ اکنون در میدان طالبان است. رئیس جمهور غنی میگوید که با اعلام خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از کشور، اکنون توپ در میدان طالبان است و آنان راه سیاسی را برای پایان جنگ انتخاب کنند یا گزینه نظامی را. آقای غنی که به گونه آنلاین در نشست مرکز بین المللی نظامی گنجوی صحبت میکرد، افزود که حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ترکیه آمادگی کامل دارد. رئیس جمهور غنی میگوید که اگر جنگ شدت پیدا کند، در کنار 3500 هزار نظامی کشور، مردم نیز مسلح هستند و آماده هستند که از افغانستان دفاع کنند. تشکر از توجهتان، تا دو روز دیگر، بدرود.